سلام دوستای عزیزم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. تو این کانال من به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه سلامتی و تندرستی میپردازم که به شما کمک میکنه تا سبک زندگی سالم و بهتری داشته باشید و با شما موضوعاتی رو به اشتراک میگذارم که چگونه میتونید با تغییر رفتارهای خودتون بهبود وضعیت سلامتی خودتون رو تجربه کنید. از طریق ویدیوهای من میتونید با روشهای جدید و مفید برای سلامتی آشنا بشید و از اونها بهره ببرید. بنابراین اگه دنبال چگونگی داشتن یک سبک زندگی سالم و بهتر هستید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید. همچنین لایک و نظرات شما برای من بسیار مهمه و باعث افزایش انگیزه من برای ارائه محتوای بهتر میشه. پس حتما نظرات خودتون رو بنویسید و ویدیوهای من رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. به تندرست آنلاین خوش اومدین. آیا میدانید چگونه فرش‌های خود را تمیز کنید؟ برای تمیز کردن فرش‌هاتون میتونید از روش‌های زیر استفاده کنید. اول از همه، قبل از شروع به تمیز کردن، فرش رو اگه میتونید بیرون ببرید و تکون بدید تا گرد و غبارش پاک بشه. دوم، از جاروبرقی با بروس نرم استفاده کنید تا گرد و غبار عمیق‌تر از فرش برداشته بشه. سوم، اگه فرش شما قابل شستشو هست، میتونید از روش شستشوی دستی یا ماشینی استفاده کنید. چهارم، در صورت برخورد با لکه‌های سخت، از آب گرم و ملایم همراه با محلول شستشوی مناسب استفاده کنید. پنجم، بعد از شستشو فرش رو به آرامی خشک کنید. بهتر از خشککن یا هواکش استفاده کنید تا از خیسی زیادش جلوگیری بشه. با رعایت این روش‌ها فرشاتون به راحتی تمیز و درخشان میشه. اما اگه با این روش‌ها فرش شما پاک نشد، در اینجا 10 روش ارزان و آسان برای تمیز کردن فرش در خانه آورده شده. یک، جاروبرقی زدن. جاروبرقی زدن منظم بهترین روش برای نگهداری از فرشه. این کار باعث حذف ذرات مختلفی مثل خاک، گرد و غبار و سایر آلاینده ها از سطح فرش میشه. دوم، جوش شیرین. جوش شیرین رو فرش بپاشید، بذارید چند ساعت بمونه. بعد با جاروبرقی جوش شیرین رو جمع کنید تا بوی نامطبوع رفع بشه و فرشتون مثل روز اولش بشه. سوم، سرکه. مقدار مساوی آب و سرکه رو توی بطری اسپری قرار بدید و روی فرش بپاشید. حالا چند دقیقه صبر کنید، بعد با یه پارچه تمیز اونجا رو خشک کنید. چهارم، نمک. نمک رو روی نقطه لکه‌دار فرش بپاشین و چند دقیقه بذارید بمونه. حالا با جاروبرقی نمک رو جمع کنید تا لکه از بین بره. پنجم، آب لیمو. مقدار مساوی از آب و آب لیمو رو توی بطری بریزید، اسپری کنید روی نقطه لکه‌دار فرش. حالا چند دقیقه صبر کنید. حالا با یه پارچه تمیز اونجا رو خشک کنید. ششم، نشاسته ذرت. نشاسته ذرت رو روی نقطه لکه‌دار فرش بپاشید، چند دقیقه صبر کنید. حالا با جاروبرقی نشاسته ذرت رو جمع کنید تا لکه از بین بره. هفتم، آب گازدار. آب گازدار رو روی نقطه لکه‌دار فرش بریزید، حالا چند دقیقه صبر کنید. با یه پارچه تمیز آب رو جمع کنید. این کارو تکرار کنید تا لکه از بین بره. هشتم، مایع ظرفشویی. میتونید چند قطره مایع ظرفشویی رو با آب گرم مخلوط کنید، حالا با اسفنج برای تمیز کردن فرش استفاده کنید و اونجا رو خشک کنید. نهم، آب اکسیژنه. مقدار مساوی آب اکسیژنه و آب رو توی بطری اسپری بذارید، روی نقطه لکه‌دار فرشتون بپاشید، چند دقیقه صبر کنید. حالا با یه پارچه تمیز اون نقطه رو خشک کنید. دهم، شستشو با بخار. یه دستگاه بخارشو رو میتونید اجاره کنید یا بخرید تا فرشتون رو به صورت عمیق‌تر تمیز کنه. این روش نسبت به روش‌های معرفی شده یه مقدار هزینه بالاتری داره، اما خب بسیار موثره تو حذف خاک و لکه‌های فرش. البته این روش برای فرش‌های دستباف ایرانی اصلا توصیه نمیشه. امیدوارم که این ویدیو مفید واقع شده باشه. اگه سوال یا نظری دارید حتما با من در ارتباط باشید. مراقب خودتون باشید و به سلامتی خودتون اهمیت بدید. با تشکر از حضور شما منتظر دیدار شما تو ویدیوهای بعدی هستم.